در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از ادامه تنش در روابط ایران و آذربایجان، اعتراض بحرینی ها به حضور وزیر خارجه اسرائیل در این کشور، تعویق مذاکرات تجاری استرالیا با اتحادیه اروپا و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 10 مهر ماه شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 235 میلیون و 200 هزار و 4 میلیون و 810 هزار نفر نزدیک شد و 211 میلیون و 900 هزار نفر نیز از این بیماری بهبود یافتند. طی روزهای اخیر کمترین میزان مبتلایان روزانه نسبت به 7 ماه اخیر در هند ثبت شده است. همچنین شمار فوتی‌ها در برزیل در حالی به مرز 600 هزار نفر نزدیک شده که این کشور در 2 ماه گذشته عملکرد قابل قبولی در مهار کرونا داشته است. در روسیه نیز روز جمعه رکورد ثبت مرگ‌های روزانه شکسته شد. از سوی دیگر شرکت ژاپنی واردکننده واکسن کرونا مدرنا اعلام کرد آلودگی این واکسن‌ها در ماه‌های گذشته که باعث جان‌باختن تعدادی از شهروندان ژاپنی شد، ناشی از خطای انسانی هنگام تولید این واکسن‌ها در اسپانیا بوده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده توزیع واکسن‌های کرونا در ماه جاری میلادی از طریق سازوکار کوواکس تنها به کشورهای دارای کمترین پوشش واکسیناسیون اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرده ممنوعیت 18 ماهه سفر شهروندان استرالیایی به کشورهای دیگر از ماه آینده میلادی برداشته می شود. ادامه تنش در روابط ایران و آذربایجان. عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان ضمن اعلام اینکه به حریم سفارت ایران در این کشور تعرض و بی احترامی شده، از شناسایی و بازداشت 4 فرد دخیل در این اتفاق توسط پلیس و وزارت کشور آذربایجان خبر داد. در روزهای اخیر تنش‌های کلامی میان تهران و باکو بر سر برگزاری رزمایش ایران در نزدیکی مرز آذربایجان که از روز جمعه آغاز شد افزایش یافته است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان پیش از برگزاری این رزمایش به شدت نسبت به آنچه تردد غیرمجاز کامیون‌های ایران به قره‌باغ خوانده بود انتقاد کرد. او همچنین نسبت به زمان و مکان برگزاری رزمایش ایران اعتراض کرده است. از سوی دیگر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در رابطه با برگزاری این رزمایش گفته در این منطقه ما یک عنصر ناخوانده و برهم زننده امنیت را داریم که از جای دیگر آمده و آن رژیم نامشروع صهیونیستی است. از موقعی که این رژیم آمده حساسیت ما به این مرز افزایش یافته است. فعالیت آنها در اینجا کاملا در رصد ماست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز در دیدار با سفیر جدید جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود ایران حضور و فعالیت اسرائیل در منطقه را مخل امنیت می‌داند و برای مقابله با آن هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. تظاهرات بحرینی ها علیه سفر لاپید به این کشور. مردم بحرین روز پنجشنبه در حمایت از مردم فلسطین و در اعتراض به سفر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به این کشور دست به تظاهرات زدند. لاپید در سفر خود به بحرین سفارت رژیم صهیونیستی را در پایتخت این کشور افتتاح کرد. این نخستین سفر رسمی یکی از اعضای دولت رژیم صهیونیستی به بحرین پس از عادی سازی روابط میان بحرین و اسرائیل محسوب می شود. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی اعلام کرد بحرین و اسرائیل قصد دارند در زمینه مقابله با پهپادهای ایرانی همکاری کنند. تلاش ونزوئلا برای مهار تورم با تغییر در پول ملی. ونزوئلا با حذف 6-0 از پول ملی خود که بولیوار نام دارد، برای دومین بار در 3 سال گذشته برنامه بازسازی پولی و مهار تورم را آغاز کرد. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف 0 بر ارزش پول ملی تأثیر نمی‌گذارد و تنها انجام مبادلات را آسان‌تر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده نرخ تورم در ونزوئلا تا پایان سال 2021 میلادی به 5500% می‌رسد. بر اساس یک پژوهش جدید، بیش از 75% مردم این کشور از فقر شدید رنج می‌برند. دولت ونزوئلا تحریم‌های آمریکا را عامل اصلی مشکلات این کشور می‌داند. تعویق مذاکرات تجاری استرالیا با اتحادیه اروپا. پس از تصمیم استرالیا برای لغو قرارداد بزرگ خرید زیردریایی از فرانسه و همبستگی کشورهای اروپایی با پاریس در این موضوع، دور تازه مذاکرات تجاری میان استرالیا و اتحادیه اروپا به تعویق افتاد.
استرالیا در ماه گذشته میلادی قرارداد 56 میلیارد یورویی خرید 12 زیردریایی از فرانسه را لغو کرد تا بتواند در قراردادی جدید با آمریکا و انگلستان زیردریایی هایی با سوخت هسته‌ای از ایالات متحده خریداری کند. پاریس در آن زمان این اتفاق را خنجری از پشت توصیف کرد و سفرای خود از واشنگتن و کامبرا را فراخواند. خشم تایوان از نقض حریم هوایی این کشور توسط چین. نقض حریم هوایی تایوان توسط هواپیماهای جنگنده چینی در سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین خشم مقامات تایوان را برانگیخت. روز جمعه 38 جت جنگنده چین در محدوده دفاع هوایی تایوان پرواز کردند. اتفاقی که تا امروز بزرگترین نقض حریم هوایی در این کشور توسط پکن محسوب می شود. تایوان بلافاصله هواپیماهای جنگنده و سیستم‌های موشکی خود را در حالت آماده باش قرار داد. چین و تایوان در دهه 1940 میلادی در پی جنگ داخلی از یکدیگر جدا شدند، اما پکن اصرار دارد که این جزیره بار دیگر به چین الحاق خواهد شد.